تلویزیون بهار و ساحل تیوی خوش آمدید. البته که بازپخش این برنامه را شما در پرگی یوتیوب و فیسبوک من بعدا میتونین ببینین. با عرض معذرت، مهمان امروزی برنامه ما قسمی که دوستای عزیز شما میبینین در روی برگه، یک خانم نازنین، هنرمند، نویسنده، روانشناس، مادر دو طفل عزیز و ارجمند و خلاصه که دوست، رفیق و یک انسان بسیار بسیار والاست. خانم نیلاب سرابی را با نامش، با کارکردهایش، با اندیشه ها و کنش ها و واکنش هایش ما فکر میکنم که همه آشنایی دارن. بانو نیلاب خوش آمدین، صفا آوردین چشمای ما روشن، که بعد از مدت ها که تلاش کردیم که شما یه روز میمان ما باشین، بالاخره ای شانس یا بخت نصیب ما شد که شما را اینجا داریم. سرچپا از اینجا خواهد سرچپا میبینم فراز شخوزتان بخواهد اینه درست هستا. ما میگم با تمام کان و کیفش و ایکودار صدایتانه بکشید. ما فقط به اجازه تان یک دفعه نه به ایج واجا ما تا که شما تا که ای پلاکات ها را شما میدادین، ما یک دفعه چکم میکنم که آلی لایف باشیم، که قگفای ما ناحق نرفته باشه، یک طرف ببینیم که لایف هستیم یا نه. یک مرتبه تا وقتی که شما شروع کنین به اجازه لایف هستیم و یک 42 نفر هم میبینن ما را میلزه. اینه شما که تایید میکنین دیگه کاملا صحیح والا صفا لایف هستیم ما. اینه درست شد، بسیار خوب است. اینه پس میاییم در اصل گپ. بسیار خوش آمدین، صفا آوردین، بفرمایین حرفای اگر دارین با بیننده های ما بگوین که باز پسانا شروع کنیم ما صحبت های خود با شما. تشکر از اینکه دعوت کردین مرا و برگه امروز. امیدوار هستم که چند لحظه با هم هستیم خوش بگذره. امیدوار هستم که یک گفتگو باشه، بین ما گفت شنود باشه و شما سوال های اگر دارین پای اینجا بر ما بنویسین، مگر چه خودم دیده نمیتونم کامنت ها را، چون بسیار زود بالا میره. امیدوار هستم که کس ببینه و بر ما سوال هایتان شما آزادانه بپرسین. هر سوال را که خوشم آمد جواب میدم. بسیار خوب. در رابطه با صحبت خانم سرابی، بیننده های عزیز، دوستای گرامی، لطفا سوالاتتان آزادانه مطرح کنین. حتی ما لین فیسبوک خود و کش میکنم که اگر من کدام کمپیوتر دیگه هم پیدا بکنم که سوالاتتان طرح بکنین و من ببینم. آقای ترکمنی من نمیفهم تشریف دارن یعنی، حالا میبینم معمولا سوالات جمع میکنن روان میکنن و حتی یکان مرتبه شما میتونید در مسنجر من هم سوالاتتان رو بفرستین، من اینجا میگیرم سوالات شما را و در غیر از دیگه صحبت خود ادامه میتیم. و این را هم خدمت شما باید عرض بکنم که در اخیر برنامه معمولا ما سوالات دوستان را و نامایشان را میخوانیم، سوالاتشان را جواب میتیم. امیدوار هستم که با ما باشین و امروز صحبت ما را با خانم سرابی تعقیب بکنید. به هر حال ما سوال کنم یا شما حرف برای پیش گفتار داریم و باز از اون شما را از شما سوال بکنم. فقط یک خواهش دارم، من می نام خود خیلی دوست دارم بخاطر که از خودم است، اگر من نیلاب بگوین زیادتر خوش میشم از خانم سرابی گره. بخاطر خانم سرابی اول خیلی قسم مادم کلان معلوم میشه سن سال کرسه ما تا روز اینجا نرستیم و دومی که می خود نامم نیلاب من زیاد دوست دارم به نام اجازه دارین. بله. که برای نیلاب خطاب کنین اگر جان میدین. داخلش مسئله به اخلاق اجتماعی خودتان مربوط است، اما نیلاب خوب است و به اخلاق خانوادگی ما ارتباط داره. بله اوش مسئله شخصی خود داره. خب بیاین نیلاب جان از یک جای دیگه شروع میکنیم. گرچه یک زگنالا که بسیار مقبول شما آماده ساخته بودین بانین کمی را باز یک دفعه دیگه بانین بسیار شیرین از من را خوشم آمده به این خاطر میکنیم. چی فکر میکنین؟ بله؟ چی را گفتین؟ نفهمیدم. یک سیگنال که جور کرده بودین برای اعلان برنامه. نمیفهم منظورتان از پلاک کارت های ما بود یا چی؟ خود دیگه برای ما اجازه بدین میبینین یک لحظه. بفرمایید خیلی.
دوستان عزیز، آغاز است که دولت افغانستان در این نزدیکه‌ها یک خودپر صادر می‌کنند که بانوان افغان که سنشان از 21 بلندتر باشد دیگه اجازه ندارند که صندوق کمیلی اجرا کنند. و من پیش از اینکه پا به 21 سالگی بگذارم، در همین روز شنبه 13 مارچ ساعت 11 بجه وقت کالیفرنیا، 11 شب کابل و 8 شام اروپا، در برنامه پندارها و گفتارها با احمد چهارآستا یک گفتشون رو خواهد داشتیم که این برنامه از طریق برگه خود پندارها و گفتارها نشر میشه. همچنان شما میتونید که به صورت زنده از طریق تلویزیون توتی و یا ساحل تیوی هم برنامه رو ببینید. البته اگر سوال دارین میتونین که پای این پست سوالتون رو بنویسین و اگر سوالتون خوشم اومد و مخصوصا اگر جوابهای خودم خوشم اومد مطمئن سوالتون رو در برنامه جواب خواهد دادم. با امید دیدار. خب یعنی یک بار دیگه امی به اصطلاح چی میگن؟ امی زگنال یا امی اعلان برنامه را گذاشتیم که دوستا باز هم ببینن و اگر سوال داشتن سوالات خود مطرح بکنن و در غیر از اون ما صحبت های خود ادامه میدیم. نیلا بیان گل، بیاین حرف از اینجا شروع میکنیم که من نمیفهم از کجا که شما شروع کنیم برسی که عرصه های کار شما بسا وسیع. یعنی مشکل فاست همیشه مشکل رو همی بوده، سوال همیشه همیز که از کجا شروع کنیم کرد شما. زندگی شما هم خدای مختلف داره تا جایی که ما دیدیم و بسیار مشکل است به بیننده های ما که تا شما را از نزدیک نزدیک ندیده باشن کاملا و به شکلی که ما میشناسیم شما را بشناسن. به هر حال بیاین از اینجا شروع، از امی استنداپ کمدی شروع میکنیم. اتصال میکنیم که چی انگیزه های عاطفی و ضرورت های روانی و اجتماعی باعث شد که شما در پالوی بسیار بسیار هنرهای دیگه که دارین امیر زیادتر سرخط زندگیتان در عرصه کارهای فرهنگی و فعالیت های هنریتان بسازین و در امیر قدم بگذارین و پیش برین و ادامه بدینش؟ اول خود سپاس از اینکه شما مرا چند باری معرفی کردین و ای که گفتین که تا وقتی که کسی مرا از نزدیک نبینه درست نمیشناسه. باور کنین چندین سال است که ما خودم از نزدیک بسیار دیدیم تا روز خود نشناختیم. اروزم در تلاش هستم. اما در رابطه به سوالتان که چرا استندآپ کمدی، این سوال ما فکر میکنم بارها جواب دادیم و هر بار که جواب دادیم خود ما هم یک عقیده دارم که یک جواب دیگه داشته باشه. به او خاطر استندآپ کمدی از نقطه نظر عاطفی و روانی خودمی مزاج طنزگویی یا بزلگویی یا ای که به اصطلاح افغانستان میگن حاضر جوابی، اون مزاج بود که در من بود از طفولیت. ای که زمانی که آمدم آمریکا و در اینجا با هنر استندآپ کمدی آشنا شدم، وقت فکر کردم که اول موقعی از این پیدا شده که امو حاضر جوابیه که گویا در افغانستان اصلا بر خانم خوب نیست، اما در آمریکا بر من یک راه کشیدن حرف های دلم بود و هم به صورت رسمی. به اون خاطر ما در پهلوی ای که غم روزمرگی ها و کار و روزگار و کلان کردن فرزنده و این مسائل است، اینمی یک بخشی از زندگیم است که با خود وقتی که طنز میگم شوخی میکنم یک روشنی مندازه در زندگی، یک کم مشکلات بر من حل میسازه تا یک اندازه و یک احساس پیدا میشه که گویا در قبال مشکلاتی که در جامعه موجود داره من یک کار میکنم، ولی او کار خیلی سطحی و به سطح خنده باشه. با او خاطر استندآپ کمدی بهش رو آوردم. بسیار عالی. اینه یک کار بسیار خوب که یکی از اعضای رهبری امی برگیم و آقای ترکمنی حاضر هستند و سوالات دوستا را با نامپایشان اینجا دیگه زیر کنترل می داشته باشند بر ما روان می کنند. بسیار خوب. ما چرا این سوال کردم نیلاف جان؟ به خاطر از این که شما، ما نخستین بار که با خود آشنا شدم با طنزهای آشنا شدم. در کانون فرهنگی جامعی از طنز شروع کردن و بسیار طنزهای مقبول و زیبا و ما کمدی و استندآپ کمدی را نمیتونیم جدا از طنز به اصطلاح بررسی و ارزیابی بکنیم. یعنی یک دو پدیده یا دو ژانر است که با هم خوار برادر هستن. امروز با تأسف تمام که با بسیار عجله ما خود رساندم به اصطلاح جریانات پشت پرده را شما میفهمین که ما بسیار جالب، ما کوشش میکنم که در جریان صحبت شما را تا پیدا بکنم
در یکی از برنامه ها شما بسا جانانه استند اپ کامیدی، طنز، جوک، فکایی یک بار تشریح کردین اگه یادتان باشه. بله. یک دو سه دقیقه میشه که تا وقتی که ما را پیدا کنم از زبان شما میگه بشنویم. خب شما خیلی میرین دیگه طرف مگب بزنم؟ نه ما هستم میگه. شوخی کردم. نه مگه شما میرید من دل جمع کرد بزنم. نه شما دل جمع کرد بزنید باز ما یکان دفعه میرم ها چرا نه مگه زیدی. بسیار خوب است. ما قسمی که راستای صاحب عزیز اشاره کردن سندپ تنز می نوشتم. اولین باره که یک تنز نوشتم سنف نو مکتب بودم و او هم در قبال یک خاطره یکی بود، یک در داخل خانه یک مسئله در افغانستان متاسفانه از قراره که دمی چند روز خبر شد از 12 ساله بالا دختر بله. بالا میشن سنشان به اصطلاح ملکیت عام میشن و من سنف نو مکتب بودم که کمک ور آوازه خواستگاری و یک پا می دوید در داخل خانه و من یک تنز نوشته کردم تحت عنوان دختر خوب. اولین تنزی که من به اصطلاح نوشته بودم خودم که بهش با کمال افتخار با مردم شریک شدیم من تنز دختر خوب بود که در اون تنز ما یک گفتگو را ایجاد کرده بودم بین محمود دولت آبادی نویسنده داستان کلیدر و مادرم، چون اتفاقا در روز محمود داستان را میخواندم و اینا دیگه هر دویشون به من میفتن که دختر خوب کی است. و بعد از اون من بیشتر زیاد طنز ننوشتم، یگان بار این طرف حاضر جوابی و شوخی به اصطلاح نام داشتم در مکتب همیشه مشکل. یعنی که در وقت چند ساله بودن شما؟ در همی وقت صنف نوی مکتب بودم، من بسیار چون لایق بودم دو ساله مکتب رفته بودم، سو 11. خب یک سه سال دیگرم به اجازیتون مصر شلاوه میکنم بیاین پانتا حسابش میکنیم. دیگه خب مفصد زیاد حساب کتاب نکنیم، من در ریاضی خوب نیستم. در تنظیم بسید. محترم سدی ترمان کمک میگیریم. بله. دیگه باز ما بسته با تنز نویسی را از همونجا شروع کردم و قصه کنون فرهنگی جامعی را شما گفتین در کالیفرنیا یک چند باره که برنامه های در اینجا برنامه ها داشتیم، من یک دوستی تنز را که بعدا نوشته بودم در کنون فرهنگی جامعی میخوندم و اتفاقا در یکی از این برنامه ها بود که من یک تنز را میخوندم و عزیزان که نشسته بودن اوقدر زیاد به علاقه مندی گوش نمیکردن و اون تنز بود که بس بادم چوکات دستیات نوشته شده بود و با مو کلیشه‌ای به صورت کلیشه‌ای میخوندم تنزه قسمت خورم شنیده بودم و یک وقت متوجه شدم که یکی در تلفون است، یکی هم که در خورکنده خود گپ میزنه، یکی دیگه بیرون رفته سیگرت کشیدن. وقت متوجه شدم که بهتر است که آدم به اصطلاح امو تحت لفظی گپ بزنه و اون زمان است که من استند اپ کمدی انگلیسی را با طنز نویسی فارسی خود آردیشن به یکدیگه آشنا ساختم، یک عاشق یکدیگه شدن و از اونجا به اصطلاح من خودم سفر استند اپ کمدی خود به صورت رسمی آغاز کردم. شما پیشتر یعنی کدام وقت ها بود، کدام سال ها بود که تو به شکل رسمی شما روی استیج آمدین و برای نخستین بار استند اپ کمدی اجرا کردین؟ به زبان فارسی سال 2019. بله، منتها قبل پیشتر از او ما امرای دوستای ما یکان جای بعد از امرای دوستای امریکایی همکارای ما جایی که میرفتیم بعد از مثلا کار یکان جای میرفتیم و یکان رستوران ها می بود که اونجا اوپن مایک داشتن که میرفتیم شوخی میکردیم. اتفاقا یک 4 سال پیش یکی از همکارای ما بدون از اینکه امرای ما گپ بزنن اسم ما رو نوشته بودن که گویا اینجا یک خانم است از افغانستان است و این استند اپ کمدی اجرا میکنه. چون در دفتر همیشه میگردم این کارا را، بار اول که یک نفر متر تیله کرد مرا در استند اپ کمدی در روی صحنه در یکی از این رستوران های امریکایی بود و جالبی بود که وقتی که من رفتم با مجرد که رفتم و مایک گرفتم گفتم نام من ایلا بس من از افغانستان است و مردم چنان قاخ و خندیدن. من گفتم حالا چه خیلی سندم کمدی آسان است و خدا مردم فقط میری سر زنه نگه من از افغانستان هستم مردم نیخندن. پس آنها متوجه شدم که مردم افغانستان خنداندن کار حضرت فیل است. دیگه به او خاطر یک چیه بود بین یک توقعی که من داشتم فکر میکردم که شاید آسان باشه و قدر آسان نبود. نیلاب جان شما میفهمید که استند اپ کمدی نه تنها که در جامعه ما کار بسیار بسیار دشوار است، 70 مرتبه دشوارتر است غرب و به خصوص ایالات متحده امریکای شمالی و اروپا که برای افغانستان خود میفهمین که چی حالت است، ولی در امی خود ایالات متحده امریکا هم که ما هستیم ما میفهمین که یکی از مشکل ترین ژانرهای
کمدی امی استندآپ کمدی و مشکل اساسی است که یک شخص افتاد میشه و برای 40 دقیقه یا نیم ساعت حتی ما این را هم به خدمت شما بگویم که بزرگترین استندآپ کمدین هایی که ما در کانادا و امریکا دیدیم از نیم ساعت 15 دقیقه زیاد نتانستن سر استیج استاد شدن و صحبت بکنن که در اینجا ایج گونه باندری یا ایج گونه سرحد وجود نداره برای یک استندآپ کمدین. یعنی یک استندآپ کمدین از خدا گرفته تا پیامبرش تا انسان تا سیاست تا همه چیز میتونه آزادانه جوک بگویه با تا رئیس جمهور. ولی شما در این جامعه ما یعنی که 70 مرتبه گفتم که کار شما دشوار است و بسیار یک رای پرخم و پیچ شما پیش روی گرفتین که چند محکومیت دارین شما از نظر من. محکومیت اولی که از افغانستان است، یعنی کمانترین محکومیت همین ما و شماست. محکومیت بزرگتر و مظاهر خود دو چند است که وارد از است که شما خانم هستید و به مزاج یا به روان یا به شعور مردم ما به شعور سنت زده و مذهبی زده چوکات شده قالبی استریوتایپ ما بسیار بسیار مشکل است که شما چگونه جواب بگوین که در او هم سیاست نباشه، هم اخلاق نباشه، هم شرم و عیار به نظر بگیرین. خلاصه کلام که اینمی سرکل خورد میشه خورد میشه خورد میشه بسوی خورد میشه که گلون به اصطلاح همو کمدین میگیره و شما باستاپ های امیکارهای شما در بین کمیونیتی های افغانی چگونه بوده تا حال هم در داخل هم خارج؟ خب قسمی که من پیشتر اشاره کردم شاید یک اندازه سادگی و بود یا یک حسه که خودم داشتم، فکر میکردم همه در آینه خود میبینم. در شروع فکر میکردم که یک اندازه مردم واکنش مثبتشون بیشتر باشه، اما وقتی که روی صحنه رفتم خصوصا بار نخست که در کانادا رفتم، البته بیشتر از پیشتر شما اشاره کردین به اولین برنامه که بر استندآپ کمدی اجرا کرده بودم که در اونجا شما تشریف داشتین و من تعداد بسیار کم از دوستای بسیار عزیز خود خواسته بودم. اگر یادتون باشه با یک اعلان بر شما دعوتنامه روان کرده بودم و نوشته بودم که من تصمیم دارم که در دنیای استندآپ کمدی پا بگذارم و یک هیئت پژوهشی تشکیل دادیم که شما از جمله هیئت پژوهشی هستین، لطفاً بیاین بشنوین و بعد از شما اما بین خود تصمیم میگیریم که می کارم کنم یا نکنم. و که در اون جمله شما بودین، بانو فریجا جان انوری بودن، مونی جان هوایدا بودن، بانو بهار جان سعید بودن، دوستان ریحانه جان، ماریا جان، اینا از جمله دوستای بسیار نزدیک ما. و در جمله کسایی که در برنامه آمده بودن، خانه یکی از دوستای بسیار عزیزم بود، یک چند نفر کسایی بودن که خود میزبان دعوت کرده بود و یکان بودم که مثلا دوستای خود با خود آورده بودن. یعنی گروه کوچکی که با ما آشنایی داشتین میفهمیدین که ما روی چی باید گپ بزنم، اما یک گروه دیگر بود که اونا شنیده بودن که یک جای میریم یک دختر میاد چند تا جوک میگه بروز بود یک نفر به میخونه نانم واس نان مزه‌دار به من قصد آمده بودن. رفتیم برنامه رو ما آغاز کردم و فکر میکردم ان شاء الله 5 دقیقه بود و یکی از برنامه‌های زدنی ترین برنامه ما بود به خاطر که مدام روی مذهب هدفتان اموز که در امو رستوران بود و یادم خانه نه در خانه بود بار اولی که در خانه اولین محفل که گرفته بودم و ما رفتم روی صحنه برای 45 دقیقه اجرا کردم. وقتی که اجرا خلاص شد اولین کسی که مایک گرفتین شما ایستاده شدین و درست به خاطر دارم که گفتین من این نمیفهمیدم که امشب شما تو برای چی ما رو خواستی چی کار میکنی، بسیار کار نو بود. بعد از بارجان سعید هم و من هم گفتن که بسیار یک کار جالب یک کار جدید و وقت ما متوجه شدم که واقعا ما یک کم بیشتر امریکایی شاید شدیم چون ما در استندآپ کمدی ها رفتیم اجراها را دیدیم با یه آشنایی دارم و وقت متوجه شدم که در دنیای افغانستان در هنر یک کم باید معرفی ضرورت داره استندآپ کمدی. جالبی است که ما 45 دقیقه اجرا داشتم و بعد از او چندین نفر آمدن همه حرف زدیم روی استندآپ کمدی حرف زدیم روی هنر طنز و غیره، اما یکی از این دوستایی که در اینجا تشریف آورده بودن وقتی که نان خلاص شد و یک آوازخوان یک چند دقیقه آواز خوان آمد پیش من گفت نیلاف جانم این برنامه خود چی وقت شروع میشه؟ من تعجب کردم برنامه ما خب دوال بود، گفتم اما قبول گفتم ما گویی خیلی گفت که چیز نمی کنی فرسم باورز مذبت فعلا خوابق است که منتا اگر داینده یک رقصم میاد میرم بزرده بطا یک پشت رقصم جمع میکنم بر برنامه امشب
پول نداریم. دعوت پیسه برنامه مفت بود، فقط استند اپ کمدی مون تو داینده اگه پیسه دادیم باز هر چی که تیکتا قیمتر شد با سرویس ما زیادتر شد. اما برنامه اون وقت متوجه شدم که استند اپ کمدی یک انتروداکشن، یک معرفی ضرورت داره پیش از اینکه ما داخل شوم. و باز برنامه دوم گرفتیم کوم در خانه یکی از دوستای ما بود، او برنامه کم کلانتر شده بود. تو اونجا باز ما تیاری گرفتم در برنامه ما در باره استند اپ کمدی، معرفی استند اپ کمدی به شکل استند اپ کمدی گپ زدم. بله. اگر تان مانده باشه پیشتر مسئله چوکات گفتین، ما گفتم یکی از دوستای ما به ما گفتن که نیلاب تو که استند اپ کمدی اجرا میکنی چون زن افغان هستی مسلمان هستی، وقتی که روی صحنه میری لطفا نمی شوخی های داخل چوکات باشه. و باورشان گفتم که درست است شوخی های داخل چوکات می باشه، اما سایز چوکات بدل خودم است که چوکات ما اینقدر است یا اینقدر. و این چوکات ما گفتم چوکات است مثل سرحدات افغانستان، واره یک روز لای پشتونستان میشه، یک روز خراسان کبیر میشه، یک روز از داخل تو تا پرچه. بنابراین ما هر وقتی که روی صحنه میرم امو گپ یادم میاد که نیلا وقتی که حرف میزنیم شوخی میکنی شوخی داخل چوکات باشه. به مخاطر ما مشخصا یک برنامه 4 قسمته ثبت کردیم به نام نیلاب داخل چوکات که به میزیدیان عرشو خواد شد. آها. خانم نیلاب اجازه بدیم که اگر ما بتانم گوشگه که بر یکی دو دقیقه عظمی محفله که امو فریده جان انوری هم بود امو را من خدمت بیننده ها بگذارم. مثلا وقتی که میگم من سرابی هستم
پرسان میکن از کدام سرابی ها؟ از کدام سراب؟ من نمیتونم در کابل افغانستان چند تا سراب است. یک نفر من پرسان کرد گفت که شما از سراب غزنی هستین؟ من نخیر نیم، من از سراب شبکی هستم. گفت شبکی هم سراب دارم؟ من گفتم ما چنو بدارم؟ اما یک دریاش که سنگایش لشم هست، اگر بری پسکی بفتی؟ در پشت از اون رو در خریه سراب هست. گفتم نشونی که سنگای دریا لشم هست. بله. اما جالبیش ایست که اموش های واقعا 45 دقیقه پشت استیج بودین شما و باشین که من این و باز اگه به خاطر داشته باشین که یک برنامه بسیار منظم در رستوران داشتین شما در اونجا هم حتی 45 دقیقه یا یک ساعت صحبت کردین با امی محدودیت هایی که گفتیم. به هر حال من نمی‌فهمم که ما فراموش کردم که باستاب کارهای خدا شما چگونه دیدین، چگونه ارزیابی کردین، صحبت کردین پیشتر به موارد یا ما فراموش کردیم. دهی برنامه نه ببینیم که دوستان اینجا کامنت بتن اگر دهی بارا گپ زده فکر من میکنم گپ زده باشیم. با عرض معذرت اینم یالا دروازه مرا بسیارم تو شدید تک تک میزنن. بفرمایید شما چی کنید. نمیخوام اگر باز میکنید بفرمایید. یک لحظه بسیار ببخشید. من تقصیرم با آمده. من خطا کنم بخاطر که من فقط از کمر بالا فشان کردم. خب درست. کمر را میتونیم خطا کنیم. برای یک ثانیه. خواهش میکنم. Yes, that is fine. Thank you so much. Oh, there's another one. Thank you so much. یعنی دولت هم نمیشه که اگر میره پلان هم میکنم هر چیز که هم نسبت بین ما شما اگر پلان هم میکنم بیشم تو پرفیکت از خود تایمنگش بخاطر که ایوی بستر رو شما میبینین. بله. از طرف نیلاب جان موج از نیلاب موج اینا کتاب هایشون هست که من قریب باز میکنم برتون بازشون میتونم کنم نیلاب موج سراب. بله سلام. بله بله سلام. بله از طرف نیلاب جان موج سلام کتابایشون است و دوستای عزیز خاطره ها. بله. کسایی که هستن در اینجا و مخصوصا آقای امیر کبیر تشکر از معرفی و این جناب بخاطر که در داخل اینمی یک تحفه است از طرف جناب آقای میوندی. بسیار دیگه اینه بی آبریش همین لازه پشت در روزه رسید یعنی که خاطره ها که باشن قدیما که باشن اینه تو چیز هاید ما خود گفتم ببینید که دیگه چه قدر آدم که بشور کشم و چه خب فایده میکنه فایده میکنه خواله ببینید که من هر دفعه که من باستا به کار شما چیز باز یعنی بانا پیدا میشه و گفت به اصطلاح چی میگن خب بهترین باستا به کار مایی است که ما میتونیم که به حساب دنیا را از زاویه گیلاس پیاله نیمه پر و یا نیمه خالی ببینیم و ما خوش دارم که همیشه پیاله نیمه پر ببینم و او پیاله نیمه پر ای است که امی مثالشان است. از زمان که استندآپ کمدی را شروع کردیم شخصا برای خودم ما آشنایی و معرفت با کسایی پیدا کردیم که زندگی خود ما رنگ بسیار زیبای خوب بخشیده. پیاله نیمه خالی اگر ببینیم جامعه هنوزم ضرورت داره به ای که با بودن یک بانو در روی صحنه به شکل خارج از نقش های کلیشه‌ای که برش تعیین شده با او عادت کنند و منظورم از این گپ است که من اولین بانوی نیستم و تنها بانوی نیستم که روی صحنه اجرا میکنم منتها حتی در دنیای هنر در دنیای روشن فکرهای ما در بانوان بعض از نقش های کلیشه‌ای است که تعیین شده و به او اجازه داده شدن مثلا بانوانی که میرن میخوانن بانوانی که مخصوصا در قسمت دنیای هنر در دنیای موسیقی ببینین خصوصا در 20 سال اخیر ما تعداد بسیار زیاد از بانوان داریم که میرن میخوانن اما اون شکل هنر است که مردها در جامعه با او ضرورت دارن با او آموخته هستن بنابراین اون را قبول میکنن تا یکی یک بانو میره روی صحنه و انتقاد میکنه روی مسائل جامعه و این را تا شما ببینین که وقتی که یک آوازخوان یک آهنگ انتقادی میخونه شاید در حدود یک ساعت
1000 نفر برن اون رو لایک کنن. چون حالا مقیاس کامیابی و موفقیت ناکامی متاسفانه لایک و دیسلایک و شیر و کامنت فیسبوکی است. بنابراین شما می‌بینید که اگر آهنگ انتقادی اگر باشه به مراتب با آهنگ شاکو کجان قنداری یا آهنگ بچه کاکه قندول و کابل به مراتب لایک و چی کمتر میگیره، به خاطر از اینکه جامعه ما مخته شدن. زنها بر از اینکه دل مردها را شاد بسازه مشکل نیست، زنهایی که روی صحنه میرن و انتقاد میکنن و افکار برهنه مردها را در روی صحنه برهنه میکنن، در چی شاعر باشه، چی آوازخانه که به اون شکل آواز میخونه و چی کسی که مثل ما رو استند اپ کمدین میشه، ما از اول میفهمیم که رای ما پرخطر است و رای ما مشکل تر است. بنابراین ما آمادگی برای داریم که مردم سنگ بزنن و ما بعض سنگ ها میخوره در فرق ما که ما تاوگار میشیم، اما تو یاد گرفتیم که چرا هم دیگه پیش از پیش هم تر پیش بیدی میکنیم که سنگ از کدام طرف میاد که باز آجل خدا به اصلاح چی میگن دیف میکنیم که سنگ نفت با حساب وطنیش بگیم بچ میکنیم خدا بچ میکنیم و هرچی که دوی زهده زیادتر برین یکی خوشو کن که تعداد سنگ های در کم تر شده وقتا تو سنگ های کلان کلان میمه دالا سنگ ریزه های کوچک است. یک ذره دومی که ما یاد گرفتیم که چگونه خود از به اصطلاح از خود دفاع کرده بتانیم، سنگسار یا سنگسار شبکه های اجتماعی یا دیجیتال سنگسار، او هم تاگه اندازه که تاثیرش از بین میره. بالاخره یک موقعی میرسه که مردم میگن خوب دیگه تکلیف شماست، ما خواهم این کار را میکنم، دلتان که میشنوین که نمیشنوین چنل را تغییر بدین. ما در استندآپ کمدی هایی که شما بودین که بسیار بر ما جالب بوده ای که اول ای خواه که واقعا این شهامت میخواه برای یک خانمی که در افغانستان تولد میشه، او یک قهرمان است از نظر من که اوجه تنفس میکنه، باز خانمی که مکتب میره، باز خانمی که درس میخوانه، درس های مختلف فعال میشه، باز خانمی که در بالاترین به اصطلاح بهنه یا عرصه هنر که عبارت از استندآپ کمدی که یک پدیده کاملا کاملا نو است در افغانستان و حتی بسیار بسیار شاید الیت و نخبه های فرهنگی ما با استندآپ کمدی آنچنانی که ما در این کشورها هستیم و آشنایی داریم آشنایی نداشته باشد. اما جالب است که در لابلای صحبت های شما در استندآپ کمدی هایی که شما داشتین، نه تنها که تنها یعنی جوک بوده که معمولا در استندآپ کمدی های کشورهای غرب و ایالات متحده آمریکا که ما زیاد دیدیم فقط من ایسی هم جوک او را اجرا کردن، اما در اون خانم نیلا بسیار بسیار حقیقت های تلخ جامعه هم وجود دارد، بسیار نزاکت ها وجود دارد، بسیار بسیار تابوشکنی های به اصطلاح اخلاقی وجود دارد اونجا که برای حتی افریج مرد روشنفکر افغانستان تو تابو است و شما با شهامت دیگه اجرا کردین، هرچند که ما با نخستین تنس های شما که با تنس های همونتا که گفتیم یک جانر جداگانه است و اونجا همین چون دیکندن یا انتقاد کار طنز است، اما این را شما استایسته با یک شکل مکس کردن با استندآپ کمدی. اینال ما که پیشتر از باستاپ ها گفتم که عکس العمل مردم در این رابطه در مجموع چی بوده، یعنی به شکل خصوصی شما را چی میگن، زیاد توصیف میکنه، انتقادتان میکنه، اگر انتقاد میکنه این انتقاد ترادیشنال است که والا نیلاب جون تو خلاف اخلاق گپ زدی، خلاف شهر افغانی ما گپ زدی، خلاف ننگ ما گپ زدی، چه زنها را کشم سفید ساختی، بد اخلاق ساختی این آن را، و یا ای که انتقادهای پروفشنال که در رابطه با بهبود کار شما است. ما بسیار شدید منتظر انتقادهای پروفشنال هستم، تا هنوز نامده انتقادهای پروفشنال و شاید دلیل شما باشه که ما تا هنوز زیاد کار نکردیم در این عرصه و قدر زیاد یکی استندآپ کمدی کار بسیار آسان نیست که مثلا ما بخواییم هفته یک بار یا ما یک بار حتی ما یک بار بسیار است، چون شما پیشتر گفتین که طنز استندآپ کمدی خواهر برادر هستن، طنز استندآپ کمدی مادر و پسر هستن یا مادر و دختر هستن در قسمت ما، بخاطر معمولا وقتی که من صحنه رو میخوام اجرا کنم، البته این طرز کار خودم است که خود استندآپ کمدی رو مگر درباره هنرش میبینین، بعضی کسا قسم استندآپ کمدی رو به شکل مخالمه ضربه یا وان لاینرز که میگن به اون شکل اجرا میکنن، مثلا زبان انگلیسی یا ما
طبعا فقط انگلیسی میشنوم چون به بعضی زبان ها آشنایی ندارم. اما وقتی که میشنوین یک نفر است که یک استنداپ کمدین است که به شکل مقدمه ضربه میایم، مثلا نیم ساعت 30 جوک میگم و سی تا مقدمه ضربه و یکیش برگیش ارتباط نداره. و یک طرز دیگه است که کس میره یک قصه می نویسن و قصه از اول تا باخر به شکل خنددار میگن. ما سبک ما بیشتر سبک دایروی است، سبکی که یک طنز می نویسم اول، بعد از او طنز به شکل استندآپ کمدی در میارم. و مثلا یک برنامه، امی برنامه آخری که من پر کردم، هر برنامه 45 دقیقه، 30 تا 45 دقیقه است. هر برنامه یک چی مشخص دارم، یک عنوان مشخص. نام برنامه است نجاب داخل چوکات، منتها هر قسمتش یک نام مشخص دارم که مثلا یک قسمتش است که چرا تا روز مجرد ماندیم. و او برنامه مثلا ما 45 دقیقه درباره مشکلات پیدا کردن جفت خوب، چی برزن باشه چی بر من. ما فقط درباره پیدا کردن جفت خوب، ازدواج های اجباری و بعد از او مثلا در دنیای امروز وقتی که ما هستیم، کسایی که به اصطلاح یکی از دوستای ما یک زمان بر ما میگفت که نیلا ما تو هستیم زنجیر شکستگانیم. ما برش گفتم ده ما زنجیر ما روز نشکسته، فقط زنجیرهای ما کمک دراستر است از دیگر کرد، بخاطر که هنوز هم پابند بعضی از مسائل فرهنگی هستیم. اما مثلا این برنامه امو 45 دقیقه در حقیقت وقتی که مثلا شمودگی میگیرم این بیشتر از تقریبا در حدود 25 تا 30 صفحه نوشتار است و معمولا حداقل یک دو تا سه ماه در بر میگیره تا که من سوژه اول خود سوژه پیدا میکنم، بعد از او تا که من او رو به شکل طنز در بیارم. و این عبارت از این است که یک شب که دارم تنگ میشم به یک بخوندیم زنگ میزنم که از این نیمزد قصه میکنیم از لابلای گفای زیر چیز میکشم، یا ای که یک جای نان خوردن میریم با کسه، یا که فیسبوک میرم یا یوتیوب میرم برنامه افغانی رو میبینم. به اون خاطر بسیار وقت میگیره تا که برای برنامه آمادگی بگیریم. بران ما زیاد اجرا نکردیم که تانوز در قسمت انتقادهای پروفیشنالی بیم. انتقاد به قسمتی که چرا ما اجرا میکنم در اول بسیار شدید بود، به سویه که وقتی که ما طرف ورجینیا میرفتم برای شروع سال 2020 یک برنامه داشتم در شب سال نو، از اونجا بر من مستقیم اخطار میامدن به تلفونم که اگر آمدی و اینجا آمدی و گپ خلاف مذهب گفتی یا خلاف قوم گفتی، یا ای که مثلا کسی بسیار اصرار میکرد که تو چرا هر برنامه ازارگی گپ میزنی، در حالی که مثلا اگر من در شروع برنامه آخر برنامه چرا اکسات بود مثلا یک شعر ازارگی میخوندم. این مسائل در اول بسیار زیاد بودن، آنقدر زیاد بودن که بار اول که ویدیوی کانادا روی صحنه برآمد، چون ویدیو را پیشتر شما نشان دادین ویدیوی خصوصی است، ما ای را با کسی شریک نشدیم. ما به خاطر دارم که من اجازه دادم بر دوستم خالجان سیغانی که ویدیو را در یوتیوب بکشن و اموش را یک افتر روز بعدش اتفاقا در تکساس یک برنامه داشتم و اموش را که فرداش برنامه تکساس است، یک بار می تلفن
در بخش‌های مختلف هنری گپا. و هر حال ما تا جایی که خودت تا حدود شخصی شناخت دارم، این بخش استندآپ کمدی و یک بخش است که کاملا یک کار تازه است که شما شروع کردن و در این امروز یکسم به اصطلاح عامیانه کنفیوز هستیم برای از اینکه با عجله آمدیم و آدم ایران میمونه که سر چی گفت بزنه، برای از اینکه سر خود استندآپ کمدی میشه یک ساعت دیگه. یک گله دارم از شما راستای عزیز. خواهش میکنم. شما مثل ازی است که یک نفر خانیتون بخواهید دو هفته پیش گوین در فلانی روز خانی ما بیام باز اونها خیشن که در خانیتون بیاین باز بیاین بگوین والا با گوش نوردیم بخطر سرمان آمد شما دو هفته پیش کرا خواسته بگیم یک گفت بتانه که آقای اشفری زن میدن. جناب اشفری صاحب سلام و درود عرض میکنم. اکرام ها ترس میکنم ببخشید هفته کنید که سام ندارید. چرا؟ سام ندارم. سام دیمار کسی نمیشنوم. یک لحظه ما ببینم اینجا تفسیر میکنه دوستو اگر ساوند نداشته باشیم. دوستای عزیز اگر ساوند نداریم لطفا برای ما بگوین. درست شد؟ ساوند درست شد. بسیار خوب وقت زنگ زدین که خانم لیلا اینمی لحظه کسی ما در لاین است. خدا کنه که ساوند شما هم درست شده. پروبلم از تلویزیون باور بوده از من نبوده اونا. سایل جان گفتی؟ بله. در حالت که شما کار کنید شد که برای دکتر که من حد دکتر ساوند نداشته؟ بله. ما خواهش شما جوت بکنید. سر بابا خیلید. من برنامه میشنم. شما برنامه رو میشنوین این یک خانم نیلا بیان. اطمان با نام شاشناس تیم شما یک مرتبه ویرجینیا هم آمده بود. و امیدوارم که نخستین خانم هستند که به سیستم امریکایی و زبان فارسی استندآپ کمدی اجرا میکنند و اینمی لحظه صدای شما را میشنوم. صدایش کرد من کاملا جناب رستاسه هم با هنرشان هم با استقبال که دوستان و عزیزاتشان دارن در مورد این همتشان آشنایی کامل دارم. بسیار خوش هستم که به این برنامه هستم. امیدوار هستم که یکی روزها انشالله بتانیم در یک برنامه مشترک صحبت داشته باشیم. حال فقط برنامه را شما با مزایده برای بیننده های عزیز نمی کنم. برشان آواز بلند، تصمیم قاطع و در نیرای کلوان هستن موافقت بیششان از خداوند می خواهیم. تشکر دواشین. یک دویه سپاس هستم. دوی پیرم گرفتی دیگه و اشتر سبا میکنم که یک موتی تولد هم ما خیلی تولد نشده بودیم که اشتر سبا از شش دفعه ها به این طرف یا بیشتر هستم. یکی از شخصیت های بزرگ اون اشرف گرامی قربان شما بعد از برنامه ات من که شما در تماس میشیم. یک دنیا سپاس. امیدوار هستم که ساوند درست شده باشه. قربان شما. خیلی خدا. خب در کجا بودیم نیلا جان؟ در اینجا بودیم که شما معذرت خواهی میکردین که امروز ما وقت چرا و آمدن نیستین و بر شما گفتم که مردم دو هفته پیش میمان میکردین باز پیوی کچولی میارین میم ببخشین من وقت نشد که گوشت بخرم. ما قفیش را درشان کردیم اینجا آخریم شیشتیم شما میگن آمدن نیستین. اما پیش از این که از اون مسئله شکری بگذاریم من یاد کتاب که از نیلاب جان موج سلام خواسته بودم به دروازه برم رسید. ما منتظر یک کتاب بودم که اون کتاب جدیدشان بود، کتاب مینا در بحث. اما در پهلوی او کتاب نگینه و ستاره از خانم پروین پژواک و یکی از کتاب هایی که واقعا شدید یعنی یک سرپرایز بسیار بزرگ بود دختر با پیراهن سفید از دکتر حسن الله عبیب که من چی زمانی کتاب می پالیدم. از خاطر نیلاب جان فکر نمی کنم که برنامه را ببینن اما واقعا خرسند شدم که این کتاب گرفتم و در پهلوی هم کتاب خواب های 30 ساله و پرنیان سخن. اینا رو برای چند روز من اگه از فیسبوک مفقود می باشم بخاطر که من بسیار برخواندن کتاب زیاد پیدا کردیم. خوی کتاب بسته کبیر امیر آواز نمی کنیم تو چی هست حتما ببینم که به اینجا چی هست. من می خواستم بگویم که من رو سرپرایز کردن باز اگر می گفتم باز می تواند رست از کجا که سرپرایز شدیم. من رو شد آدرا سری کنم باز گفتم من رو سرپرایز کردیم. یک ذره باز کردنش سخت‌تر است. ما باید یک چی باشه پیش می‌کنیم؟ خواهی دیگه باشه با پسان یا یک کسی را که در جریان برنامه اگر
میخواستیم که باز کنک ببینیم که چی برای شما روان کرد. راسته عزیز چی رو بگویم برای شما خبر داریم که ما مجرد هستیم اینجا نگه کس نیست خانی و انگیزه نام خدا گل وایست با نگیزه خجل اگه ایلار هم تیر کرم متوجهش نباشین زنده باشین بسیار خوب خوب اینم باز شد یا نشد کتاب بالاخره کتاب باز این رو باشین که مرتمون کتاب نیست اینجا امیدوار است اینجا کتاب نباشه بختر کار بس از دیگه کتاب بله بسیار زیبا این فایده رو داره و خانه ما که می آمدین باز اینمی رو بکشین این چادری است من و این هم چادری است چون ما خبر داشتیم که وزارت معارف در قریب یک حکم صادر میکنه بله از اون خاطر تصمیم گرفتیم که ما هر چی زودتر خود برای آوردن طلبا آماده بسازیم بسیار این هم یک چادری بسیار عالی نیلاب جان گلم سوالات زیاد است و باور کنید که بسیار بسیار حرفا برای گفتن است فقط ما میخواییم که این صحبت در امین جا اگر حرفای دیگه داشتین شما ما میخواییم که ختم کنم و برم با تبصره های دوستا بسیار خوب است ولی پیش از اون میخواییم یک چیز بگویم که استند اپ کمدی خو یک بخش بود که امروز ما بسیار جفته و گرفته و راست میگه خانم نیلاب که ما یک بنابرای ریتن سر جنجالا نتانستیم که از وقت کار داشته دقیقا بود انجام بتیم یک بخش کار اما تنز نوشته میکنه خانم نیلاب یکان داستان هم فکر میکنم که نوشته میکنیم و یکان دو بایتیگک های بسیار زیبا هم میگن می نویسن هم می خوانن و در پالوی ازی نیلاب جان سرابی لسانس خود در رشته روانشناسی گرفته و اخیرا در سایت گپخانه یا در برگه فیسبوکی گپخانه 4-5 قسمت مصاحبه بسیار بسیار جالبه که روانشناسانه و جامعه شناسانه هستیم دید جامعه شناسانه و روانشناسانه و پرابلم های افغانستان و به ویژه پرابلم زن دارد در او رابطه نوشته های جالب صحبت های جالب دارن و یک نوشته بسیار نازنین و خوبشانه که تا حدود میتونم بگویم روانشناسانه هست از یکی از روانشناس های امریکایی به نام کافمن کافمن بله او را هم بخواندم بسیار زیاد جالب است بیشتر که ما چند بودی گفتم دیگه اینمی که مسائل دبر میگه و در این حال بسیار آواز شیرین آوازخانی داره باور کنیم که اگر آواز نیلا با من میداشتم حداقل روزانه یک ساعت تمرین میکردم که آواز به پختگی برسد و یک وقت یک خواننده مطرح هم میشده به هر حال اینی بود در مورد نیلاب جان حرفایی که ما البته دارم اگه اجازه تان باشه ببینیم که دوستا چی گفتن چی سوال کردن تفسیرهایشان هم میخوانیم بسیار خوب یک سوال اینجا از آقای عزت بسام آمده بوده پیسترک پرسیدن که درباره آریان سعید چی نظر دارین؟ بسیار خوب ما به اجازه تن درباره آریان سعید میخواییم بگم که آریان سعید که خارج از چوکات هم هست خارج از موضوع بس ماست اما خیلی به چوکات آریان سعید که هست ببخشین که یک تلیفون هم بکرم بله بخواییم نه با خدا و اکسا از من ایست با خدای نه و اکسای من ایست بلی از خدا اکسای من را در جا پخش نکنین نیست من خندم مقبول ندارم با خدا و از من ایست بلی از خدا هیچ نمیگم در باری از یک کلمه نمیگم اوکی با من خدا موضوع تغییر بدیم لطفا خب یعنی نمیخواید که لطفا موضوع تغییر بدیم بسیار خوب خب آل دماغ در آریان سعید ما مولانا رو منتظر باشیم یا تغییر کنیم خیلی خیلی موضوع تغییر بتید یکی از بهترین آوازخانان روی زمین بباشین دی تکس چی ناشته است یکی از بهترین آوازخانان روی زمین می باشند و ایشان خیلی آوازخان هنرمند خوب تشریف دارند آها بله بسیار خوب خب بیاییم که اطور بکنیم که دماغ در
آقایان حسین، من نمیتونم که باز حالا گفت میزنین یا پسان یا ذخیره میکنین این سوالا. نه خیلی گفتنی که داشتم گفتم، تشکر. خب بسیار خب. آقای عبیب میهندیار نوشته کرده که بانو نیلاب سرابی در بخش های گوناگون هنر استعداد فوق العاده دارد و اگر کمی زحمت بکشد آوازخوان موفق هم خواهد بود. اون اگر که من پیشتر گفتم. زنده باشین، تشکر. ما در این قسمت چندین بار که گپ زدیم یک سلوز بسیار کوتاه میگم که دلیل که ما به دنیای آسخانی رو نیاردیم گذشته از که یک خوب شوق من است، یعنی دوست دارم یک بار زمزمه میکنم منتها از جمله خوابهای من بوده که آسخان شوم. یک دلیل دیگه است که نمکرم شهر آسخانی قدر بیربار است، یک نفر است اینجا یک بیربار که زدن زدن است. به خاطر من کوشش کردم در هر شهر هنر اگر در شهرک استندآپ کمدی هم تو برای فعلا تنام است و مخدر بیربار هم نیست. آوازخوانی یک ذره دنیایش مشکل هم است چون آوازخوان های همتن باید چند بودی باشن مخصوصا آله که هست تنها یک آوازخوانی نیست. یک لطا اجازه میتین که یک تلفون بگیریم از خود خانم عزیزه نایت است که ای دیگه قطع کردن. برحال پس میریم به امو صحبت. بله خب، این خانم شکیلا جان مومن میگه که بیشترین سوژه هایتان در استندآپ کمدی چی است؟ اکثریت سوژه های ما تا الان زن و زنانگی بوده. بسیار خب، آقای سید شاه یعقوبی میگه با وجودی که طنز هایشان در جامعه ما تا الان ناآشناست اما عالی انتقادی و تاثیرگذار است. سپاس، thank you. آقای عزت بسام میگه با کارهای کمدین های مشهور و معروف روسی چون پیترسن خباروف آشنایی دارید؟ باز معذرت، چون من با زبان روسی آشنایی ندارم، تنها با کسانی که با زبان فارسی یا انگلیسی اجرا میکنن آشنایی دارم، متاسفانه بیشتر از اون نه. خب آقای استاد شمس یک تفسیری بسیار کلان کردم میخوانم. طنز را گویند مایه اصلیان انتقال و یا رهنمایی و برملا ساختن نواقص و کمبودی هاست، به نحوی که نواقص را به شکل خنده آور ولی زننده و نشدار برجسته می سازد و نوع اجدار بهنده نیز است. خنده در طنز هدف نیست، صرفا وسیله است. گاهی طنز به معنی سرزنش کردن هم آمده و یا طنز را مترادف کنایه استعمال میکند. یعنی تشکر یک تعریف مکمل هم از استاد شمس گرفتیم. آقای سخیرات میگه که ما باید سنت ها را بشکنانیم تا با طبقه پایبند سنت ها باشیم. ما آماده هستیم، من تا چند نفر یک جای شدیم که بشکنانیم دیگه، یک نفر مشکل است. خب اینال میم باز اون سوال تکرار کرده آقای عزت بسام که شما در مورد آقایان سعید چی نظر دارید؟ یک دو جمله اگر بله. باشین کنجا وکیل ما ششتم از کنم تو پرسان کنم. بله نه، ما نظر خود پیشتر گفتم that's coffees. کاملا دارد. فقط یک چیزه به صورت در مجموع اگر آدم بگوید که او را شما سوال کده مربوط ما نمیشه ولی آمد گفت بود که اگر یک هنرمند بیشتر سر فرهنگ هنری، رسالت هنری و باروری هنری و باروری شخصیت هنری خود نسبت به پول، بزنس و اینی گفا فکر کنم که هنرش بسیار بسیار شکوفاتر میشه و آریان جان سعید اینمی توانایی را داره اگر که تا آخر ادامه بده. بله با گفته امریکایی there is nothing wrong with that. هر راهی که هنر برای خود هنرمند یا بر جامعه فایده میرسانه، در صورتی که در امور راه صداقت باشه این قیب نیست. کاملا. آقای دفر شمس میگه بانوی عزیز اگر لطف نمایید جواب بده فرق بین طنز و فکاهی چیست؟ بسیار سوال خوبه است، بسیار سوال زیبای است. در حقیقت امی خود فکاهی یا لطیفه یک معمولا کوتاه میباشه، زیادتر جنبه انتقادی نداره. طنز جنبه انتقادی داره، زیادتر طنز یا ساتایر که در انگلیسی میگن یک نوع از در حال که لطیفه و فکاهی فقط در خندانیدن است، طنز یک حرکت مدنی است و یک هدف بیشتر داره. و چیز جالب که آقای شمس بیشتر خودش طنز را بسیار جانانه تشریح کرده اینجا یک پاراگراف البته از من جان میگرفتن دیگه حتما.
خانم جمیله نورستانی میگه سلام بر شما و مهمان برنامه شما. فرق بین کمدی و طنز چیست؟ کمدی و طنز فقط دو واژه مختلف، یکیش به زبان انگلیسی است و یکم به زبان فارسی. البته فرق بین استند اپ کمدی و طنز دری است که استند اپ کمدی معمولا همیشه شفاهی است و به اصطلاح استند اپ کمدین میره با آدینس، با مردم که میشن با حاضرین در یک مکالمه میباشه. بسیاری بعض استند اپ کمدین به شکل امپروویزیشن که میگن، اینا بسیار آمادگی کمتر میگیرن و اینا قدر مهارت دارن که کسایی که در امجا شیشته از رنگ لباسشان گرفته تا به قواره‌شان از امون سوژه میگیرن و امونجا مردم با خود در روی صحنه میرن. یک تفاوته که در قسمت طنز و استند اپ کمدی، تفاوت دیگه که وجود داره ای است که یا فکاهی و استند اپ کمدی، معمولا مقصد که ما فکاهی بگیم، میگیم مثلا مولا نصرالدین، یا میگیم یک مرد بود یک روزی تو کار کرد، یک زن بود یک روزی تو کار کرد. استند اپ کمدی درباره خود استند اپ کمدین ها خودم میگن، قصه خودم میگن، میگه اینی واقعا سرمه شده بود، اینی یک گپ اجرا شده بود. فکاهی شکل جنبه افسانه‌ای رو داره، در حالی که استند اپ کمدی معمولا از روزمرگی هاست و شاید فکاهی ریشه ایش از اصلیت ها باشه، طبعا از اصلیت هاست. اما وقتی که میگیم در فکاهی، ما قصه دیگه کسا میگیم، به ما خاطر در فرهنگ های سنتی مخصوصا در افغانستان پذیرش یک فکاهی به مراتب بلندتر از وقتی که کسی که میره روی صحنه یک فکاهی میگه، یک روز یک مرد یک زن شنونده ها میشنون میگن برو قصه کسی دیگه هست. اما وقتی که به شکل استند اپ کمدی میره میگه خودت اینی کار کردی، به اون سر جنبه دفاعی را امکان داره که بگیرم، یا بگویم من این کار کردم، میگه چقدر دختر بد است. در حالی که به اون خاطر میوان بالا من شوخی میکنم، میگم من خبر ندارم زن همسایه ما گفت. یعنی این هم فرمول است که خواهر ما رفت استند اپ کمدی هم شد بسیار بد چیز است که اما کار بد است، ولی کسی دیگه اگر شد پروا ندارم. خب کنه در استند اپ کمدی نیست، خود هر مسئله آقای یار راشید دو تفسیره شده. یک تفسیره هم میکنم که میگه این یک راه جدیدی از کار روشنگری است که این خانم موفق باشد و باز گفته که برنامه و پلان کار دورنمایی خانم میلاد چیست؟ خب قسمی که من را به وضاحت میگم که استند اپ کمدی یک تفریح هدفمند است برای خودم، یعنی پیشه اصلی من نیست و نه تنها استند اپ کمدی را من فکر نمی کنم که پیسه نان او کمایی و بچه اولاد و یا پا پیسه قرارش و فیشن را بتره، بلکه تا هنوز من استند اپ کمدی مثل یک هنر بده، مثل که کتاب هایی که خود شاعرها چاپ میکنن و پول میپردازن کتابشان خود چاپ میکنن، استند اپ کمدی تا هنوز بر من یک سرمایه گذاری از طرف خودم بوده تا که من اجرا کنم. کار در از مدت ما تصمیم دارم که برنامه های اجرا کنیم، با وجوده که 2020 سال کرونا بود و برنامه ها مشکل بود، ما داشتم 4 برنامه بسیار خوب را اجرا کردیم که قریب نشر خواهد شد. ما امیدوار هستم که چون حال درس های از دانشگاه فارغ شدیم و تنها مطلق بیکار ماندیم، چون فقط دو فرزند دارم، مسائل خانوادگی است و کار است و به اون خاطر به راه خود ادامه میدم، برنامه ها را پیش میبرم، اما فکر میکنم که کوشش میکنم که برنامه های هدفمند باشن، بنابراین اطور تصور از این نباشه که من مثلا هر ماه یک بار یک جای زهر شوام یارم. یعنی با شکل یک وظیفه فول تایم پروفیشنال چیز ادامه نمیدین دیگر با شکل متاسفانه پروفیشنال خب کوشش میکنم پروفیشنال باشه، اما تو کار من در آینده نزدیک ایره کار 24 ساعته خود نمیبینم. بسیار خوب آقای حشمت رستگار، میگه ما که در مورد بسیار خصوصیات خود میخندیم، اگر اینها روی استیج برای امریکایی ها ترجمه شد آیا امریکایی ها هم میخندند؟ بسیار امریکایی ها عادت خندیدن بیشتر دارن، چون اما این همیشه گفتیم یک دوست بسیار خوب ما، آوازخوان بسیار خوب ما، یک زمان هم بشنم صحبت میکردم و یک گفت رو بر من گفت که بیخی هم تا در ذهن ما یک توصیر داری میگذاشتم و پیشتر دیدم که همیال برنامه رو میبینم نصف شانه نمیگیرم اجازه ندارم، اما اجازه منظور مزی است که امروشون مشوره نکردیم باید بشانه بگیریم، یعنی اما روی مثلا گفت میذاریم دمی شروعات بود از پیش از اینکه من سنده خودی رو شروع کنم بهشون مشوره میکردم، گفت نیلا و عزیز یک چیز برات میگم، گفته زمانه که مردم مثلا فاتیا میرن خصوصا زنها میابه هر کس که باشه، گفته از لحظه که فاتیا میرین
آمادگی میگیرین در خاطر رفتن لباس سیاه میپوشین، مثلا یکم آرایش کم میکنین، یک آرایش هم نمیرین، مگر زیاد آرایش هم نمیکنین. گفتین در موتر وقتی که طرف مثلا فاطیا میرین در جگر خون میپوشین، خود آماده میسازین در مثلا امریکا. یا هستن وقتی که خارجی ها وقتی که میخوان در برنامه استند اپ کمدی برن، با مجرد تکت میخرن منتظر میباشن، میگن حالا فلانی روز ما میریم پیسه دادیم میریم استند اپ کمدی است فلانی اجرا میکنن، میریم میخندیم، میریم میخندیم، میریم میخندیم. بین افغانا قانون و فرهنگ رایج نشده. من دیوان بار فکر میکنم وقتی که روی صحنه میرم فکر میکنم که مردم به این تصمیم آمدن که ما نمیخندم و ما باید مجبورن اونا رو بخندانم. به او خاطر یک کم ایتر یک چالش وره است. حتی تا فکر میکنم بنابراین من از افغانهای عزیز خود ازشان خواهش میکنم که امو یک ذر مثل مادر نیک پیسی مرفته امی تکت که میخرین، خصوصا تکت که میخرین وقتی که برنامه ها میرین، از امی زیر دل بخندین که پیسه هایتون رو بکشین. اگه امجو کنیم ایچ خنده دارم نبودم خنده کنین بخطر کم پیسه تون داره، چون برای خنده کنم پیسه دادین. البته در کنسرت ها یک هنرمند که میخوانم همیشه وقتی که یکان وقت انترودیوس میکنم یکان آواز خانم میگم 50% آواز خان 50% شما نقد دارین در حضی که رضی که چگونه فضا را شما دیدن صدق. جالب است آقای جبارخیل پیام یک خانم بر شما روان کرد، امیر به اجازتان نمی خانم از لندن میگه که یک خانم به نام سلطانه جان نورستانی امسنفی دوران مکتب نیلاب جان از لندن تلفن کشیدن و بسیار از کرکتر عالی و کارهای خوبشان در دوران مکتب توصیف نمودن. این همه قدر بگم تشکر سلطانه جان، بازم چیز بهتون واده کردم روان میکنم. خب خانم زرغونه جان کلالی درود سلام میگه عالی به زبان فارسی حق میزنه، قابل تحلیل است. اونم گپ ایرانی هست که چه زیبا فارسی صحبت میکنین شما برای افغان. تشکر. باید بگم که یکی از دلایلی که من فارسیم در چند سال آخر خوب شده فیسبوک است، چون من 23 سال است قریب 24 سال است که در امریکا زندگی میکنم، یعنی دو ساله بودم که امریکا آمدم. از او خاطر فارسی را دوباره من خود دوباره آموختم از طریق فیسبوک و از طریق برگاه های بسیار در سن جوانی آمدین. من میفهم دو ساله بودم تا خانم کلالی که فارسی صحبت میکنن، شعر نوشته میکنن، دو بیتی های بسیار زیبای مقبول مختلف و هزارگی میخوانن، آهنگا ایندی میخوانن، به هر صورت لایف هایش دیدین. یه نله یک پیام از یکی از عزیزترین عزیزها و گرامیترین گرامی ها را که در مطبوعات افغانستان یک نام بسیار سنگین است برای شما میخوانن. از صدا میتونیم که کی باشد از جنس شما؟ سنگین؟ نام سنگین است. اوکی، با خطر که معرمه سنگین زیاد نمیشنستم. نه نام سنگین است در جورنالیزم افغانستان گفتم. حدس نمیدارم به خاطر که دل کانتر بیا خطر نشد. خانم زکیه جان کوزاد سلام درود ما را بپذیرین. خانم کوزاد نوشته میکنن که شما بانو نیلا به هنرتان ادامه دهید، یقین داشته باشید هنری را که شما انتخاب نموده اید حقیقتا ممتازترین بانوی جهان خواهید بود. زنده باشین. یک دنیا سپاس، بسیار ارزش داره سخنهای شما برای من. و نه تنها ارزش داره که خود خانم کوزاد یکی از خانم های بسیار بسیار بله درست را و تابو شکن است در عرصه فرهنگ رو به خاطر دارم. بله بسیار بله یک دنیا سپاس خانم کوزاد و ما یک صحبت بسیار بسیار جانانه و جالب داشتیم. آرزومند هستیم که بزودی خانم کوزاد داشته باشیم که تشنه ادامه از خاطره ها هستیم. آقای حیات کریم میگه راه خود را باز نموده اید، با دلیری به پیش بروید. همه قهرمانان راه های مشکل را باز نمودند که کسانی که دیگر نخواستند و یا نتوانستند. در این را پیش بروید و شاخصه استثنایی را داشته باشید و پیش بروید. تشکر و سپاس. گیتی جان سلیمی میگه با خانم نیلا با کدام آثار نوشتاری طنز آشنایی دارید؟ ما زیادتر تا هنوز، البته تا دو سال پیشتر، من زیادتر انگلیسی میخواندم و حتی انگلیسی مینوشتم، سطح انگلیسی بیشتر. اما در این دو سال اخیر کوشش میکنم که نوشته های بیشتر به زبان فارسی بخونم که سطح حقیقت بهتون من بیشتر انگلیسی میخوانم، چون در فرهنگ ما تنز نویس های بسیار خوب داشتیم که ما از بچگی ها تنز هایشون خواندیم.
اما چون جامعه تغییر کرده، مشکلات جامعه تغییر کرده، حال تنزهایی را که میخوانم مثلا از سخیراد حاطف میخوانم در فیسبوک، یا از موسو زفر میخوانم، یا از کوته های احسان سلام را میخوانم، و میشه اشعار که میشنوم از هارون یوسفی، اشعارشون را که اتفاقا اشعار تنزیه، بله، از اونا رو میخوانم دیگه. زیادتر ما کسانی که امروشون آشنایی دارم کسای عصر جدیدتر هستن که از طریق فیسبوک و از طریق شبکه‌های اجتماعی امروشون آشنا هستم بیشتر. بسیار عالی. بیاییم که تفسیرها زیاد است، یک قسمت شبانیم که وقت ما بسیار کم است، و چند تفسیرها را هم که باز تلویزیون بهار گلگی نکنه از دوستایی که در اونجا هم گفتن بخوانیم خدمت شما. جناب ظاهر شهیم نشته میکنه که درود بر شما دوستان ما عزیز و والا بهارم، خود نام من هم گرفته، و از نیلابیان سرابی، اولین زن استندآپ کمدین افغانستان، موفقیت های بیشتر برایتان آرزو میکنم. آقای هاشم زحمت از هلند میگه سلام و درود، عالی و واقعا زیبا، سلامتی و موفقیت دائمی به شما دوستان عزیز و گرامی و فامیل های محترم آرزو میکنم. جناب یک دنیا سپاس، جناب زحمت گرامی، احترام ما را هم شما خانوادیتان بپذیرید. خب صفی‌الدین غیاثی یک دنیا سپاس گذار هستم. فخری ارسلا سلام و درود بر شما. خب جناب عامد قادری سلام و درود ما را بپذیرین. فقط کوش میکنم که یک تعداد معدود بخوانم برای اینکه وقت کم است. آقای سلطان نورستانی را پیشتر خواندیم، بازم سلام میگه به شما. جناب سرمن سلام و درود به شما. آقای همایون منصوری میگه که شما شاید یکی از بنیادگذاران این هنر در افغانستان و جامعه افغانی در خارج از کشور باشد، درود بر شما. آیا اکسل عمل مردم در برابر شما به شکل مثبت استقبال شده یا خیر؟ من فکر کنم که این سوال من شما کردم. خب باشین که دیگه پیام که می باز این پیام های به هر از پیشم گم میشه. من فکر میکنم دوستای عزیز یک تعداد زیاده که تفسیرهای شما رو خوانده نتانستیم، سوالها رو بنابرای زیکی وقت است فکر میکنم بیشتر از تقریبا یک و نیم ساعت صحبت کردیم. و تقریبا بله بله بله، این تو زمان میبینیم که چقدر زود میگذره. حرفای آخر اگر داریم نیلابیان، البته که آغاز صحبتهای ما و شماست، و طبیعی است که میفهمید کمی با در یک شرایط خاص این برنامه برگزار شد، میشد که زیادتر و جالبتر و بیشتر از این هم حرفایی داشته باشیم. خب باشیم که نال آقای جناب دکتر وحید وحیدالله یک پیام روان کردن، میگه که از نیلاب جان سوال نموده که بنمایید که آیا نیلاب کلام پسره افغان کمدین را هم میشناسد که در هالیوود و تیک تاک و اینستاگرام مشهور باشد؟ یک در بخش استندآپ کمدی یک جناب است به نام فهیم، و تخلصش همیل از یادم رفت، فهیم انوری، خیلی موفق است، استند اپ کمدی بسیار عالی اجرا میکنه، و دو سه بار ما در یکی از کلانترین استند اپ کمدی کلاب های استند اپ کمدی رفتیم و دیدیمشان. البته اینا از افغانستان هستن، اما تمام محتویات و سوژه هایشان اصلا مربوط به اسلام مردم افغانستان نیست، کل روزمرگی های خودش در اینجا چونه در امریکا بزرگ شدن فکر میکنم. اونا رو میشناسم. کسی دیگه رو ماشنا شده بودم به نام کونسی که در آلمان است، اما من چون آلمانی یاد ندارم میبینم یک چند وقت در مسنجر تعقیبشان میکردم، اما چون تمامش به زبان آلمانی است متاسفانه من آشنایی زیاد بایشان ندارم. یک چیز جالب دیگه میخوام بهتون بگم که با یک خانم آشنا شدم
که اتفاقا یک دو هفته بعد شاید من ببینم شنا در یک از ایالات امریکا زندگی میکنن. من اونجا سفر کاری دارم که اونجا اونام زندگی میکنن و اونام به سند پولیش از افغانستان هست. بله و ما امروشن یک دو بار گپ زده بودیم که روی مسئله همپوری که با هم دیگه گپ بزنیم و همپوری کنیم که مثلا برنامه آینده که ما در کالیفرنیا داشته باشم اگر بیاین برنامه رو به اسم اوپن کنن و شروع برنامه یکی از کلانترین شاید برای خودم ناکامترین ناکامی بر ما خواد بود که یک روز من با شما بعد از من استندآپ کمدی بر عنوان نباشه. بران ما بسیار آرزو دارم که یک راه وجود داشته باشه که ما چندین نفر با هم یک جا کار کنیم تا که اگر ما دعوانه میکنم ایج وقت دعوانه میکنم که بنیاد استندآپ کمدی در افغانستان ما گذاشتیم چون قبلا هم کسای اجرا میکردن چیزی به نام شبیه استندآپ کمدی و مهم هم نیست که کی اصلا بنیادش گذاشته نه، اما ما مسئولیت خود میپندارم مسئولیت فکر میکنم که مسئولیت ما است که کسان که علاقه مندی داشته باشن و بخواین که در این قسمت یک جا کار کنیم. ما میخوایم که امروی کسای دیگه یک جا کار کنم. معمولا به سابق وقتی که گپ گفتیم باز بر ما یک درجن فکایی روان کردن از طریق مسنجر که داده برنامه گرفتین کمک. من بیشتر از فکایی سوژه دارم، من به چه بگه پیامبر ضرورت دارم. سوژه ها از فقط کسایی که بیاین امرای من هم صدا شدن از جنس خودم باشن خب پوه ها، اما خیر است من تو مردم کمک میکنم نوال خدا آورده. جناب دکتر وحید وحیدالله میگه که پسرش فکر کنم بنام آدم یا آدم وحید. آدم وحید خب پتا آنوز امراشون آشنا هستم. میگه که آقای آدم وحید بسیار بیننده هم داره ای که با زبان انگلیسی آیا او استندآپ کمدین است و یا با زبان فارسی. باز در این فرصت رو بیل فایند آوت اما چیزی که در این رابطه جالب است نیلا بیار ببینین که نمی برنامه ها که برگزار میشه چه قایدی ها میتن مردم متوجه هستید؟ بله اینمی الان باور کنین ما یک قایدی های بسیار کلام گرفتم که شما همانا زرش صحبت کردیم که نه تنها وظیفه شما ای است که من حیث یک استندآپ کمدین از کشور ما ظاهر میشین و در ای را امیدوار هستم که پیروزی های درخشان داشته باشین، مهمترین چیزی است که گفته شما یک لگسی یک میراث از خود انسان بر جای بذارم و اگر یک شکل ارگنایز شما یک شکل مجموعه مجتمع اسوسییشن یا چیزی به نام استندآپ کمدین های مثلا افغانستان اگه یک چیزی را ایتون ایجاد کنین بنیادش را بگذاریم که در سوشل میدیا و ایگپا و تا در رابطه با ما میتونیم که شما یکان برنامه بعدا داشته باشیم که آیسته آیسته اینمی دوستا هم دیگه خود اول بشناسن امین یک استیشن ایجاد کنن و پسان های یک بیز یک مکتب فکری برمی ایجاد کنن که حتی در افغانستان هم من مطمئن هستم که دخترهای زیاد و بچه خب حرف ما دیگه این مسئله دختر بچه ندارم نیست انسان پسر دختر اگر بتانیم که دینمی حلقه یا را از خواست خود تنظیم کنیم که یک راه پیدا شود که باز همین ادامه پیدا کنیم و در این صورت دیگر نخستین پیغمبر زن شما خواد بودید در رابطه ما در این قسمت باور میکنین ما قبلا با بعض کسای حرف زدیم با یک دو دوست ما که بسیار خودشان انسان های مشروع هستند در قسمت کمدی استندآپ کمدی اجرا نمیکنند اما می نویسند روی یک مسئله گپ زده بودیم تصمیم داشتیم که یک برنامه بگیریم گفتم در فلانی روز میایم اولین زوم میتینگ ما بشه. من یک آدم هستم که وقتی که روی یک مسئله تاریخ وقت میگذارم اونجا حاضر میشم. باز دیگه یک روز یکیشون گلندر شد باز دیگه یک روز پاش درد نکرد نیم فال پای دردیده با زوم چی کرد پایت خودت نمیزنی خب باز یک روز دیگه کش بچه مویاش میریختم اون روز خب بالاخره در چی نشد هماهنگی درست نشد. اما ما کسایی که واقعا جدی باشن و اگر علاقه مندی به کار مشترک داشته باشن ما شدیدن علاقه من در کار مشترک هستم به خاطر از اینکه ای یک بار از نقطه نظر خودخواهی اگه بایم یک مسئولیت بسیار بزرگ است که من یک بار به دوش خود تنها بکشم و نمیتونم از وقتیشون برم بدا نمیتونم. به اون خاطر اگر کسی که واقعا علاقه مندی داشته باشن و ایدیای خوب سوژه های خوب داشته باشن من 100% طرفدار ازی هستم که یک کار اساسی تر بکنیم که نسل جوانتر ما خود اگر رفتیم خلاص شد یک استایل باقی بانا نه شما خانوز بسیار وقت زیاد کنیم.
زیاد داریم به این کار. ما میفهم شما را از نزدیک دیدیم و اما مهم است که یک چیز در آینده باز بانا برای از اینکه در پالوی از اینکه ما خود ما پرفورمنس میکنیم یا در اجرا میکنیم روی استیج، اگر که ما بتایید همه عرصه ها در هنر، در موسیقی، در جورنالیزم، ما یک وقت میفهمیم مسئولیت در اخش جوانان داشتم. شما باور کنید من میتونم نامم بگیرم برکن که در پالوی از اینکه من نوشته میکردم یک گروپ از جوانان را نوجوانان را در وقت من خودم 21 ساله بودم کمیال اونا هر کلامش جورنالیست های قوی شایر های قویستن و اینی تیب یک چیزی که باز ادامه پیدا بکنه. به هر حال من فکر میکنم که وقت برنامه ما تمام است. آخرین حرفایی را که داریم میشه که بشنویم و بعد از اون با شما و بیننده ها خداحافظی میکنیم. میخوام که یک تشکری بسیار ویژه از اعضای برگه خاطره ها که اولشان بسیار زیاد آموخته تشویق میکنن، حتی انتقارم که میکنن انتقارشان من تشویق فکر میکنم و امروز هستن اکثریت. متاسفانه من اینمی لحظه کم بالا پایین میرم و کامنت ها رو میبینم چون در تلفون من لایو استم و از همه شان علیده علیه تشکر میکنم. و یک پیام دیدم از یک کامنت دیدم از جناب حسیب نیما، یک از شاعرای عزیز دلم که اشعارشان خیلی دوست دارم و هیچ وقت از پیشم اشعارشان خطا نمیخوره. واقعا یک افتخار است که اینا آمدن و یک چیز خوب در باره من نوشتن. من خودم نمیخوانم که بعد از تک تعریف خود کنم. بگوین من میخوانم، شما بگوین من زمزمه میکنم. نگم یک دنیا سپاس از همه دوستان عزیزی که امروی ما را هم امروهی کردین و تشویق کردین. واقعا برای ما کلانترین دستاورد استندآپ آوردن در استندآپ کمدی پیدا کردن دوستا و عزیزان هستن که نه تنها از نقطه نظر زبانی و از نقطه نظر سوار فارسی اونا زندگی ما را خوبتر ساختن، بلکه از نقطه نظر روانی، از نقطه نظر شناخت خودم بیشتر شده با این دوستای نازنینم و راحت تر شدیم و مشکلات بخدر دگران که میبینم میگم میگم من مشکل ندارم با مقایسه با شما. بسیار البته و بخش آخر شکری بود. اما واقعا کلانترین دستاورد ما رشته هایی است که پیوند هایی است که بعد از آمدن من به استند اپ کمدی یافتیم و ارزش اونا را من نمیتونم که نه در غزل، نه در یک شیر، نه در یک شوخی، به هیچ چیز نمیتونم که ابراز کنم و طرز که واقعا از سعی دل باید ابراز شوم. اگر بسیار باز لایق شدم کنم وقت باز برکتون یک آهنگ میخوانم. آره آنه میخوانم به عنوان ختم اینه میشنیم ما. نه در یعنی چندین سال بعد در از این کنم که حالا خود اینگه. بسیار خانم نیلا بیاد دنیا سپاسگزار هستم از شما. واقعا که میخوامی که یکی از دوستدارای و یکی از اخلاصمندای تا زنده باشیم. کسایی که بسیار در قلبش جای داری همی بولیت هست. زنده باشین. یک دنیا سپاس. ما شما خواه دوست و رفیق و همسایه هم هستیم. نان نمک هم شریک شدیم. امیدوار هستم که فرصت پیدا شود تا همه از زیان بیان از نزدیک ببینم. من منتظر هستم که بدبختی چی میگن بدقسمتی مردم افغانستان تا ما یک پاسپورت امریکایی پیدا کردیم باز همون مسئله افغانستان وارد شد که سرحدها بند شد مثل سابقه. ما منتظر هستیم که چی وقت آغاز میشه که مسافر بتاریم با مجرد که را باز شوه. و بسی دوست اینجا پرسیده بودن اولین سفر هنری ما که ما برش تمام برنامه ها تیار است، تمرین شدگی است، از بس که هر روز تمرین میکنم اولادان اگه ایچ کدمه گفت نمیزنن. اولین سفر به سفر اروپا خود بود که ما منتظر استم که با مجرد که اجازه باشه که ما بتانیم به صورت آزادانه رفت آمد داشته باشه. با مهمتری که مسئله مریضی و مسئله کرونا تا اندازه زیر کنترل بیاید من به خدمت شما میرسم و میدوار استم که از نزدیک یک دیگر ببینیم. حتما یک دنیا سپاسگزار هستم از شما. شما یک مشعلدار هستین که میتونین بسیار بسیار زوایای تاریک زندگی غم‌انگیز مردم کشور و با ویژه نسل جوان خانم و زن روشن بسازین با تلاشتان، با کارکردهای هنریتان و با شهامتتان من حیث یک الگو. از شما سپاسگزار هستم و حتما در آینده صحبت‌های جالب‌تر از این هم خواهد داشتیم ما و شما.
بیننده های عزیز، این بود صحبت ما با خانم نیلا سرابی، استندآپ کمدین خانم که از کشور ما شما عملا میبیننش، و از توجه شما یک دنیا سپاسگزار هستم. از اینکه نام یک تعداد قاله نمیتونم بخونم بنابر زیقی وقت معذرت میخوایم، و تبصره های شما را بعد از این هم ما خواب دیدیم در فیسبوک و در یوتیوب، و حتما به پاسخش خانم نیلا هم خواب پرداخت، و ما هم خواستم دستم که امیدوار هستم که این برنامه برای شما جالب تمام شده باشد. و در عین حال خدمت شما باید عرض کنیم که برنامه های پندارها و گفتارها تحت نظر یک آیت رهبری همیشه به شکل منظم پیش میره. آقای بسام در این وقتا بیشتر بخش برنامه ها را پرودیس میکنن، جناب ترکمنی سب تشریف دارن، و به زودی ما یک سالگی پندارها و گفتارها را تجدید خواد کردیم. و همچنان فردا ما صحبت دارم با خانم عزیزه عنایت که شاعر بسیار بسیار خوب کشور ماست. تا فردا شب و روز شما خوش، امیدوار هستم که زندگی در هر نقطه دنیا که هستین به کام شما باشد.